عزیزان یه اتفاق بسیار بزرگی افتاد در تاریخ عربستان سعودی و حتی در تاریخ صدور نفت که در این دو سه قرن گذشته شاهد هستیم عربستان سعودی باورتون میشه نفت وارد کرده عربستان سعودی نفت وارد کرد اینا میگفتن که ما نفت ذخیره داریم فلان داریم الان پمپ بنزین هاشون و من بهتون قول میدم بیشتر از 5 میلیون و 70 هزار بشکه ای اینها در روز ضربه دیدن در مسئله نفت و خیلی بیشتر از اینا ضربه خوردن رو نمیکنن میگن 5 میلیون هفت هزار تا بسیار بیشتر از این حرف و ضربه خوردن گفتن تا آخر سپتامبر مثلا ما این پالایشگاه بقیق و خوریس و اینا رو دوباره تعمیر میکنیم من بهتون گفتم <applause> تا آخر سپتامبر که هیچی اینها چندین ماه و بلکه حتی تا دو سال طول میکشه که اینا رو بتونن تعمیر کنن به این سادگی نیست یعنی چنان خوردن تو گوششون که حالا حالا ها باید برن دنبال این داستان تعمیر ولی چیزی که بود خیلی برای من جالب بود بهتون نشون بدم چند روز پیش وبسایت بسیار معتبر S&P اومد و البته تمام این وبسایت اس ان پی که مسائل اقتصادی رو میاد پیگیری میکنه تماما شده عربستان سعودی بقیق نفت آرام کن یعنی همش همین شده اخبارش اومد نوشت حملات به نفت عربستان چه ضربه خورده این حملات و شما نگاه کنید برید در همین سایت تمام اخبارش مربوط به سعودیه میبینید همش در مورد نفته همه این اخبار مربوط به نفت به جزی موردش یعنی همین جوری که شما میدید تمام اخباره یک هفته گذشته این سایت اس اند پی همه اس پی گلوبال و واقعا در نیویورک بگم همین مثلا رسانه سالی سال 2017 فقط 6 میلیارد دلار درآمد خالص داشته 6 میلیارد دلار فقط درآمد خالص داشته و همین رسانه‌ای که بسیار معتبر در نیویورک این اومده و تمام اخبار رو اختصاص داده به نفت عربستان سعودی و چند روز پیش اعلام کرد که بله این جمله شو بذارید بخونم اومد اعلام کرد عربستان سعودی بزرگترین صادر کننده نفت جهان در پی حملات اخیر به تاسیسات نفتی آرامکو برای تأمین کمبود ارز نفتی خود چشم خرید نفت خام از عراق دوخته رفته به عراقی و گفته تو رو خوده به ما نفت بفروشید عراق کیه؟ کی الان تو عراق ببخشید؟ نفوذ داره تسلط داره ایران دیگه یعنی <تص> در در حقیقت غیر مستقیم داره از ایران میخواد نفت بخره <applause> اینجوری میزنیم ها تمام کشور عربستان پر نفته چنان زدیم که اینا باید بیان از خودمون حالا نفت بخرن تا این حد دیگه کار به جایی رسید که مشاور وزیر دفاع کویت که آقای ناصر دایله باشه و این چند روز حسابی داره خجالت همه اینا در میاد که در این چند وقت هم صحبت های خیلی جالبی داشته ایشون اومد دوباره یه افشاگری کرد که این جمله رو توییتش بخونم برای اولین بار در تاریخ عربستان و به دنبال هدف قرار گرفتن تاسیسات نفتی بقیق و خوریس عربستان نفت وارد کرده ای وای وزارت نفت عراق اعلام کرده است که برای رفع کمبود بنزین و گازوئیل و سوخت هواپیما 20 میلیون بشک نفت به عربستان فروخته است از خدا میخواهیم که امن و امان را نصیب عربستان کند چون ایشون شدیدا هم طرفدار عربستان سعودی طرفدار ایدئولوژی عربستان سعودی است و این بیان رالیست منطقه هم را از زمان اتفاقات فوجیره و به ویژه زدن پهباد گلوبال هاک این به این رالیست رسید و داره سخنان بسیار جالبی رو بیان میکنه دعا میکنه برای عربستان و میگه خدا کمک کنه برای عربستان و ایشون هم اشاره کرد هر جنگی ببینید من دیدم که برخی ها برمیگردن میگن که آقا اگر جنگ بشه مثل این صادق زیبا کلام که خدا لعنتش کنه واقعا لعنت الله لعنت اللهه اگه میخواید مثلا امیدوارم یه زیارت آشورا چون بچه شیعه خیلی از این کارا تخصصی بلده در اون وهله اول مثلا بخشی از این دشمنان ایران که اومدن ایران و ویران کردن بچه ها رفتن زیارت آشورا درست کردن زیارت آشورا که چه ارز کنم فوشنامه به این چیزای امام های سنی ها هست در مورد خلفای های سنیه امیدوارم یک زیارت و آشورای دیگه هم درست بکنین مثلا توش نام زیبا کلام و اینایی باشه که گفتمان تحقیر ملی و حقارت ملی رو بیان میکنن و در, در اونجا حسابی از خجالت اینا در بیارید مثلا تو اون زیارت اسمش زیارت آشورا باشه ولی هی فوش بدید به این یارو مرتیکه که زیبا کلام اینا یه خورده حد دلمون خونک بشه نه؟ خب اینها برمیگردن میگن اگه جنگ بشه ایران به 100 سال گذشته برمیگرده خب واقعی زیبا کلام پاسخ اینجاست آمریکا اگه جنگ بشه اصلا میگیم آره میتونن ما به 100 سال گذشته یک تیر چراغ برقم برامون نمیمونه در ضمن اینکه آمریکا تمام پایگاهاشو تو منطقه از دست خواهد داد بهتون قول شب ببینید یه جا یادداشت کنید اگر آن روز اتفاق افتاد ببینید کی من اینا رو گفتم تمام پایگاه های به به امروز هم دیدید هر چی رو گفتم یادداشت کنید بعدا که اتفاق افتاده و حرفام درست در اومده تمام پایگاه های آمریکا زده خواهند شد و در این شک نکن آقای نوریزاده و به خصوص آقای میگم نوریزاده آ نوریزاده هم گفت میخواستم صادق زیبا کلام بگم به صورت ناخداغا این مردک نوریزاده هم بر زبانم جاری شد اتفاقا خوب جاری شد آقای نوریزاده تویی که استخبارات عربستان لقب نوریال کذاب و بهت دادن وقی برو اولا تحلیل های رو در سال 2013 و 2014 در مورد یمن و در مورد سوریه گوش کن ببند خجالت بکش تمام تحلیلات اشتباه در اومده و تویی که تو این جمله رو گفتی که ایران برمیگرده به 100 سال گذشته حداقل در همین چارچوب صحبت کردی اگر عین این, این جمله رو نگفتی ولی در همین تفکرتون اینه به اربابات بگو درست شاید ایران رو به 100 سال گذشته ببرید چون تو اربابات عربستان هن حالا به اونایی هم که ارباباشون آمریکا به اونام حالا میگم چی بگن برو به اربابای عربستان بگو ولی شماها به 1400 سال پیش برمیگردید مطمئن باشید ایران اگر در این جنگ به صد سال گذشته برگرده به خدای ایران سوگن عربستان سعودی کعبه آمال تاقای نوری زده جایی که برات پول میاد که تو لندن رسانه زدی یا در ایران اینترنشنال هم بگم اونا هم برن بگن شماها به 1400 سال گذشته برخواهید گشت اون وقت باید در همون سرای عربستان فقط بگردید دنبال سوسمار اگه سوسماری براتون پیدا بشه اگر ملخی براتون پیدا بشه چون ایران همینطور که بقیق و همینطور خوریس رو زد و اون چنان زد در هدف نقطه زنی نقطه زنی که ایران کرد با موشک شماها بهتون گفتم با نی ساندیس نمیتونید بزنید در اون که بعد ساندیستون مثلا علامت گذاشتن و نی بعد مثلا اونجا فرو بره شماها در این داستان هم اینقدر نشونه گیری و نقطه زنی تون نی زدنتون به ساندیستون هم دقیق نیست ولی ما موشکمون اینقدر دقیق خورده بدانی به 1400 سال گذشته باز خواهید گشت تو این شک نکنید و مسایل رو ببخشید هی hey, میخوان تو دل ایرانی ها رو خالی کنن در عمل اتفاقی که امروز افتاده باورتون میشه عربستان سعودی نفت میخواد وارد کنه ما نمیگیم <applause> اول از همه وبسایت و یا نشریه بسیار معتبر اس اند پی گلوبال داره میگه که انقدر این نشریه در نیویورک میگم درآمدش بالاست که فقط اومدن درآمد 2017 شد جمع زدن 6 میلیارد دلار شد انقدر این نشریه معتبره بیش از ده خبر زده یه خبر هم نیست بیش از ده خبر زده که آقا عربستان سعودی میخواد از عراق نفت بگیره بعدی هم یه کسی که متعصبه به عربستان سعودی منتها متعصبی که رالیست هم داره میبینه نمیخواد مثل مثلا کپ سرش رو زیر برف کنه بگه همه جا تاریکه نه میخواد بلندش ببینه روشنایی ها هم ببینه و داره میاد توصیه میکنه آقا این خیلی فاجعه بار عربستان سعودی این داره میگه ناصر الدوله وزیر دفاع یعنی مشاور وزیر دفاع خودش هم آدم نظامی است به شما اینو سرچ کنید آقا ناصر الدوله با لباس نظامی میبینی فقط با این لباسه عربی که نمیبینیش با لباس نظامی میبینی بنابراین مسئله ای که اتفاق افتاد در بقیق و در خوره ایست این یه اتفاق قرن یک پیامی است و مطمئن باشید سایه جنگ با این تهاجم مقدس پایان یافت و انسان افتخار میکنه من اینجا یک پرانتزی باز بکنم به خاطر که نیاز نبود دیگه برنامه بسازم برای همین تو پرانتز بگم دیروز که رژه نیروهای ارتش بود البته من نرفتم سرچ کنم اینا ولی گوینده مثلا برگشت که خمهاره اندازه خشایار ولی برخی از دوستان اومدن اصلاح کردن گفتن نه گویا نفر بره به هر گوینده اونجا اینجوری گفت من خودم سرچ نکردم دقیق بدونم ولی مهم اینجا مراد از اینه که واژه خشایار اومد این خیلی بسیار ارزشمنده که مال سپاه پاسداران هم بود که ارزشش واقعا دو چندان میشه حتی ارتش ما هم خیلی نامها رو پارسی کرده ولی سپاه که پارسی میکنه یه خود ارزش دو تر میشه چون خیلی ها میخوان این گونه القا کنن سپاه فقط مال انقلاب اسلامی است نه سپاه اسمش انقلاب اسلامی است کام به کام ایرانه من بارها اینا رو گفتم و ما دیدیم نفربر اونجا گفت نفربر شبدیز گفت شبدیز خیلی ها گفتن چی هست این واقعا باعث افتخار شبدیز مهمترین اسب یعنی یه اسبی بوده در دوران خستوپرویز و اسب و مخصوص خود خستوپرویز بوده که تو جنگا که میرفته و در عملیات های بزرگی که پادشاه خستوپرویز داشتن حالا با اشتباهاتی که داشتن حال پادشاه ایران بودن مورد احترام ما هستن نام اسبشون شبدیز بوده و این خب ببینید خیلی ارزشمنده و من دیدم خب رادار آرش و اینا هم دوباره به نمایش گذاشتن کلی من دیدم نام ها نامی کیان یک کیان پنجا کیان پونسر نام های ایرانی خیلی زیادی بود و باعث افتخار بود انسان احساس غرور میکرد خب من دیروز یه پستی نوشتم گفتم یاد شهدای گرامی نزدیک 300 هزار تا و خب 170 هزار تا دقیق شهید داشتیم تا الا 220 هزار تا اختلاف نظره من کلا کسایی که بعد مثلا جانباز شدن و غیره و به خاطر همین مسئله فوت شدن و این مسئله همه رو گفتم دیگه کلا جمع کردم اینا به حال مراد اینجا بحث عدد نیست به حال ما شهید دادیم در دوران جنگ ایران و عراق و آن زمان با دست خالی خودمون درون مرزهای خودمون می جنگیدیم خالی بالاتر از این که امروز با دست پر بیرون از مرزهای خودمون نه در درون مرزهای خودمون بیرون از مرزهای خودمون نیروهای همپیمانمون نیابتیمون دارن برای این امپراتوری بزرگ می جنگن. اینها بحث‌های اصلی است اینها استراتژی‌های اصلی است که خیلی‌ها نمی‌بینن سرخوش این ها الان ما تونستیم نفت عربستان رو یه کاری کنیم که ضربه بخوره تمام پمپ بنزیناشون الان دوچار مشکل شدن دوچار مشکل بنزین و اینا شدن صف‌های طولانی و غیره داستانی که وجود داره اینه که خیلی ها ببخشید سرخوشن در همین رسانه ها من چند شب پیش این عربستان اینترنشنال رو نگاه کردم که نوریزادو اینا رو برده بودن تحریرها آبکی حرفها مزخرف البته آقای دادرس واقعا خیلی خوب صحبت کردن در خیلی از قسمت ها البته کامل صحبت نکردن از نظر من ولی خیلی خوب صحبت کردن نسبت به اون سه مجری سه چه می سه وطن فروشی که نشسته بودن و مزخرف تولید میکردن ولی انقدر این حملات قوی بوده اقتدار ایران قوی بوده حتی این این ستنی که ماموریت داشتن که ایران رو تخریب کنن بارها اعتراف کردن که شکست سنگینی خوردن و مسئله که وجود داره در حقیقت اینه که ایران امروز توانسته با این قدرت در بیرون از مرزهای خودش کار کنه وقت این آقاین خوشخیال در این رسانه اینترنشنال و غیره یا در جبهه های براندازی میگن جمهوری اسلامی داره سقوط میکنه باید سقوط کنه مردم <تصفح> آقا خدا رو خندش میگیره شما چجوری تحلیل میکنی؟ آقا شما تحلیلگر کی بودید؟ این همه مزخرف چگونه تو این چه سال تولید کردید چرا نمیفهمی درگیری آمریکا و اروپا با ایران الان بر سر موجودیت جمهوری اسلامی نیست دارن عجز و ناله میکنن که آقا تو رو خدا تو دست تا کل منطقه بردار بحث درون مرزیست بیرون از مرز درگیری ها و ببینید چقدر این تحلیلگرا داغونن یه بر میگنم هر مثلا هر سری سوال رو جمهوری اسلامی روزهای آخرشه تموم شد میگفتن آقا تابستون 98 تمومه تابستون گذشت تابستون 98 گذشت الان امروز اول مهره مدارس هم باز شده دورده ویژه بفرستیم به به کودکان ایرانی که دارن وارد به خود سال اولیا و محصلین ایرانی و بدانن قدر مدارس ایران رو بدانن با تمام کمبود کاسیایی که داره نسبت به ماهایی که دهه هفتاد و اینا مدرسه رفتین مدارس ایران امروز میبینم چقدر پیشرفته تر چقدر بازتر و واقعا قدر مدرسه ایران رو بدونید چون سیستم آموزشی چون همسر من اینجا گفتم بهتون معلم رفته سر کلاس در مقطع دبیرستان به بچه های سوئدی درس داده در همین ونکوور هم حالا داره یه سری کارا میکنه نمیخوایم الان باز کنیم ولی ببینید واقعا سیستم آموزشی در اروپا و در کانادا و بویژه در آمریکا نمیخوام بگم خیلی بدتر از ماست نه نه اصلا در مقام قیاس بر نمیام چون قابل قیاس است داغونه تموم شده است از بین رفته است من دیشب در همین کنسرتی که رفته بودیم و با یک جوانی صحبت کردم که اینجا داره درس میخونه در ایران چند سال خونده و اینجا در درس میخونه میگفت واقعا منی که تو مدرسه هم حرفاتون رو قبول دارم چقدر سطح مدارس ایران بالاتره این قضیه هم گفتم بگم در درون پرانتز به هر روی شما عزیزان به اهورامزدا ایران میسپرم ولی جنبندی میکنم عملی فقط یک عملیات ایران باعث شد عربستان سعودی برای اولین بار در تاریخش بره نفت وارد کنه این پرسش رو از کسانی میپرسم که خیلی مسائل بیرون از گفتمان ملیگرایی و اقتدارگرایی دارن جلو میبرن در گفتمان سکولار دموکرات هستن مشخصا و در راستای تحقیر ایران هستن به خصوص از آقای زیبا کلام ببخش من نام اینو زیاد میارم و واقعا روی نرمم رفته خیلی ازش بدم میاد آقای زیبا کلام بدون توهین ازتون میپرسم یک حمله ایران منجر شد به قول سایت و یک از سایت های معتبر در نیویورک که سالیانه 6 میلیارد دلار درآمدشه ده ها مقاله نوشتش که عربستان سعودی نفت میخواد وارد کنه یک حمله ایران آقای زیبا کلام باعث شد که عربستان سعودی که خدا و پادشاه نفت جهانه برای اولین بار در تاریخش نفت وارد کنه از کشوری چون عراق پرسشم از شما اینه این حملات ادامه پیدا کنه اربابان شما چه سرنوشتی خواهند داشت پاینده ایران بدرود